سلام و درود بر شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی اندیشه در هر کجای این نقطه، در هر کجای این کره خاکی که قادر به دریافت تصویر و صدای این شبکه هستید. فرامرز فروزنده هستم و با برنامه دیگری از مجموعه نسیم شمال در این ساعت در خدمت شما. برنامه این که انتظار زیادی برای پخشش داشتید در هفته گذشته، اما بنا به دلیل سازماندهی مجدد استودیوهای تلویزیون اندیشه پخش مقدور نشد و موکول به این هفته شد. گفتگوی من با جناب بهرام مشیری است در زمینه مسائل مربوط به هویت ملی، فرم و شکل حکومت در آینده ایران که متضمن حقوق همه ایرانیان باشد و خلاصه همه مواردی که در رابطه با مسائل ملی مورد نظر شما هموطنان عزیز در داخل و خارج ایران هستید. یک بار دیگه ناچارم از شما عذرخواهی کنم به خاطر عدم پخش این برنامه در هفته گذشته که متضمن تلفن‌های بیشمار شما بود و واقعا مثل اینکه آقای بهرام مشیری دارای یک سحر کلامی است و وفادارانی رو داره نسبت به خودش. اینها تعقیب میکنن برنامه‌هایی رو که آقای مشیری ممکنه در جاهای مختلف داشته باشه. اما مطلبی که میخوام خدمتتون عرض بکنم در شروع برنامه خیلی نامربوط نیست نسبت به بحثی که با آقای مشیری خواهم کرد. یک تحقیق انجام شده در ایران رو برای شما فقط چند تا از نتایجش رو میخونم و بعد از اون برنامه رو پس از یک قطعه موسیقی با جناب بهرام مشیری آغاز میکنم. طبق یه تحقیق انجام شده در ایران 80% ایرانی ها از هویت ملی ایرانی خودشون مفتخر و مباهی هستند و 58% 58.21% از کسانی که مورد پرسش قرار گرفتند گفتند که میخواهند تا پایان عمر خودشون در ایران باقی بمانند و در همون سرزمین دنیا رو وداع بکنند. 48% از ایرانی های مورد پرسش آماده مهاجرت و فرار از ایران هستند. بسیار بسیار عجیب این نسبت، بالاست. 48% آماده فرار و مهاجرت از ایران هستند. و در کنار اینها نکته بسیار جالب این است که 85.5% از ایرانی ها از ساختار حکومت در کشور خودشون، ساختار سیاسی حکومت در کشور خودشون ناراضی هستند. به کجا خواهیم رسید؟ در این دنیا با نقشه های هولناک امپریالیست ها، اقتصاد جهانی که نقشه جدیدی رو برای جهان می طلبد و به ویژه برای خاورمیانه و علل خصوص کشور ما. با هم باشیم و برنامه رو پی بگیریم پای صحبت‌های آقای بهرام مشیری. جناب بهرام مشیری درود بر شما. دوست گرامی آقای فروزنده، درود می‌فرستم خدمت هموطنان و همزبانان گرامی در هر جای دنیا که هستید. آقای مشیری شما بهتر نیست برگردین به کالیفرنیا؟ فکر میکنم الان تو اون گرمای تگزاس تخم مرغ هم توی هوای آزاد میپزه نمیپزه؟ ولی قبلا هم اشاره فرمودید، من شنیدم که در لس آنجلس هم کم نمیپزه. آقای فروزند در لس آنجلس همه چیز میپزه آقا جان قربان، متوجه نشد. در لس آنجلس همه چیز ممکنه، از جمله پختن تخم مرغ در خارج از این استودیو ما در وودلند هیلز. بله بله، اینقدر هست که هوای لس آنجلس قابل پیش بینی نیست، به جهت اینکه در معرض دو جور آب و هواست. اگر که در جهت باد از جنوب باشه، یعنی از منطقه حاره مکزیک، گرمه. اگر از طرف کانادا باشه خنک هست. اما تگزاس قابل پیش بینی هست، در واقع تابستان همیشه گرمه. اینم بازم توضیح داده باشم. سپاسگزارم آقای مشیری. مدت هاست که هموطنان ما منتظر این گفتگوی ما با هم هستند و مایلند که گفتگو رو زودتر شروع بکنیم. حتی قبل از برنامه من چند تا تلفن داشتم،
میخواستن مطمئن بشن که امروز شما در برنامه هستید. این راز محبوبیت شما در چیه؟ چه این مریدای وفادار رو چجوری برای خودتون دست پا کردید؟ عرض میکنم که من به این قضایا آقای فروزنده هرگز فکر نکردم، اما حاصل این هست که هموطنان به بنده بسیار بسیار محبت دارن و این اون مطلبی که مردم ایران قدرشناس نیستن رو رد میکنه. من فکر میکنم که کاری که من انجام میدم بسیار بسیار اندک و بسیار بسیار ناچیز هست و این محبت هموطنان واقعا فوق‌العاده است. این است که سپاسگزاری میکنم. سعی من بر این بوده از ابتدا که حقایق امور یا اون چه مخلص گمان حقیقت میبرن در بررسی تاریخ، در بررسی دین، بدون هیچ گونه تعقید و ابهامی در اختیار هموطنان بذارن. این سبک و شیوه ما بوده و مورد استقبال هموطنان واقع شده. از شما هم سپاسگزارم که حسن نظر دارین آقای فروزنده. جناب مشیری، یه نکته در مورد بحث امروز ما علل اصول در مورد هویت ملی و حواشی اون هست، ولی شاید این مطلبی هم که میگم در رابطه با هویت ملی است، یک بخشی از هویت ملی ماست که فکر میکنم با این عنصر و فاکتور بهتر بحث رو شروع بکنم. و اون است که از نظر تاریخی از زمانی که اعراب به ایران آمدند، اسلام به ایران آمد، یک نوع مقاومت سرسختانه در بین مردم ایران در مقابل اسلام ضمن پذیرش وجود داشت که ببینید و اسلام به سایر سرزمین‌های دیگه که رفت، خب همه پذیرفتند، یعنی هویت اسلامی پیدا کردند. اما ایرانی‌ها هویت اسلامی پیدا نکردند. هویت ایران را بعد از اومدن اسلام به ایران اگر بخوایم توضیح بدیم، شد یک هویت ایرانی اسلامی، یعنی عنصر ایرانیت اونقدر قوی بود که مانع از تسلط محض و بلا تردید اسلام بر این سرزمین شد. به عبارت دیگه، هرگز یادم نمیره گفته یه شخصیت ارزنده ایرانی، حسین ملکی، که میگفت که ایرانی ها نامسلمون ترین ملت مسلمان جهان هستند. یعنی عنصر ایرانی که سر سازگاری با اسلام نداشت باقی موند و یه هویت خاصی رو به این سرزمین داد. امروز ما نگاه میکنیم، وقتی ما بحث از سکولاریزم میکنیم در ایران، این رو با این سابقه تاریخی مقاوم چگونه میشود دید و چطور میتونیم این مسائل رو با همدیگه وصل کنیم و ربطش رو برقرار کنیم؟ اصولا سکولاریزم در سرزمینی که امروز باید پذیرفت هم ایرانیت و هم اسلامیت در اون تا این حد ریشه قوی داره، چگونه ممکنه تحقق پیدا کنه به عنوان یکی از المان‌های هویت ملی ایرانیان در آینده؟ آقای فروزنده، اجازه می‌فرمایید من پیش از اینکه این جواب مفصل شما رو، در واقع این سوال پرسش مفصل، بله این پرسش، بله ببخشید، این سوال پرسش مفصل شما شاید نیازمند دو سه جلسه باشه، اما من سعی می‌کنم در واقع با در نظر گرفتن وقت یک جوابی در خور در حد امکان خدمتتون بدم. اما اجازه بدید پیش از پرداخت من معترضه من یک نکته عرض کنم اسلام. و اون این مطلبی است که شما فرمودید در برنامه خودتان در باب مهگان، چون به من هم مربوط هست و برنامه شماست، اگه اجازه فرمایید من یک تذکری خدمت شما بدم. استدعا میکنم. بله، شما گویا فرموده بودید که این مهگان این چگونه جلسه است که همه مصدقی و چپ هستن و این سخن شما، و عرض کنم که چرا فلان کس و فلان کس هم دعوت نمیشه، و این سخن شما در واقع به جای دیگری کشیده شد و سخنان زشت در باب دوستان ما گفته شد. این به من بدون جهت مربوط هست که در آقای فیروزی دوست من هستن، دوست عزیز من هستن و این مرد بزرگوار واقعا بدون چشم داشتی این زحمات رو متحمل شدن، ایرانیان رو گرد هم جمع کردن در این 5-6 جلسه که من بودم. اساساً عرض کنم که طیف سیاسی اون شخصیت سخنگو مطلقاً و ابداً مطرح نبود، مباحث سیاسی صرف در اونجا مطرح نشد، قضایا فهوای فرهنگی داشته و فرهنگی داره. و امروز که لیست این دوستان رو برای من
خوندن من دیدم اونچنان نیست که گفته شد و دوستان از طیف های مختلف هستن. بحثم اونجا گویا مدرنیته است. البته توضیحاً عرض میکنم که بنده مثال متاسفانه نتوانستم خدمت دوستان در مهرگان باشم، اما حقیقتاً زحمات آقای فیروزی دوست گرامی ما بسیار زحمات ارزنده است و باعث تجمع ایرانیان شدن ایشون و چنین تجمعی رو من در جای دیگر ندیدم. سیاست هم در واقع عرض میکنم که هیچ یک از اعمال انسانی، خیلی کم از اعمال انسانی است که به سیاست مربوط نباشه. بنابراین جمع‌آوری ایرانیان در کنار هم میتواند نهایتاً بگوییم که این خود عرض کنم که یک کار سیاسی است بدون اینکه در باب اون صحبت کرده بشه. اما سخنرانان آدم‌های سیاسی به اون وجه که شما ذکر فرمودیم که از یک طیفی باشن و بخواهم که دیگران نباشن نبوده. خواستم این توضیح خدمت شما داده باشم که مطلب روشن بشه. سپاسگزارم. من به احترام شما، چون بحث امروزمون این نیست، این مطلب رو پی نمیگیرم و بله. ازتون میخوام که برگردید به پاسخ سوال. ضمن بله. اینکه من هم احترام فوق‌العاده‌ای برای آقای مهندس حسن فیروزی و همسرشون دارم که همه امکاناتشون رو به کار میگیرن برای اینکه ایرانی‌ها رو جمع بکنن دور خودشون و در ماه سپتامبر یک گردهمایی رو داشته باشن و 10 سال هم است که این کار رو میکنن. بفرمایید، در خدمتتون هستم. بله. اگر موافق باشین، شما از سکولاریسم اسپوردین، اگر اجازه بفرمایید ما یک تعریفی از سکولاریسم، یک سابقه خدمت شما به دست بدهیم که بعد که میرسیم به قضیه سکولاریسم در پایان وقت معلوم باشد ما در چه بابی صحبت میکنیم. بله، عرض میکنم این سکولاریسم که امروز در واقع حاکمیت مردم رو میترساند از سکولاریسم، میگوید که سکولاریسم یعنی بی خدایی، میگوید سکولاریسم یعنی آدمای کافر بیاین و بر شما حاکم بشون و دستگاه ابو عبدالله الحسین رو جمع بکنن. این گونه نیست واقعا. این سکولاریسم در واقع یک تعریف جدیدی است و نخستین کسی که این سخن رو به میان انداخته عرض میکنم که آقای جورج هولی اوک، انگلیسی، به سال 1851 بوده. میگوید مقصود از سکولاریسم نفی دین نیست، جدا بودن از دین هست. مقصود از سکولاریسم تاختن به دین نیست، بلکه جدا بودن از اون هست. ما نمیگوییم که این دین چگونه است، اما میگوییم که ما بر این عقیده هستیم که معارف بشری که ما به دست آورده ایم در این دوره ها از رنسانس به بعد، هم با مشاهده و هم با تجربه، اینها قابل اثبات هستند، در حالی که معارف دینی قابل اثبات نیستند. بنابراین ما این را میگوییم که در زندگی دنیوی در واقع دین در کار مردم دخالت نکند و دولت در واقع عرض میکنم که یک دین رسمی رو پشتیبانی نکند، ضمن اون که از در واقع تجمع دیگران و اصحاب ادیان دیگر فعالیت‌هاشون جلوگیری نکنند. این عرض می‌کنم که اصل سکولاریسم هست که خدمتتون عرض کردم و تا اونجا که به سابقه تاریخیش مربوط هست، در روزگار قدیم دین مردم همه چیز اونها بود، چون به هیچ معرفتی دیگری دسترسی نداشتند. یعنی در واقع وقتی که صحبت از انسان شناخت بود، کیهان شناخت بود، در واقع پاسخ به سوالات فلسفی بود، ما که هستیم، از کجا آمدیم و کجا می رویم، مقصود از خلقت چیست، تمام پاسخ ها دینی بوده. بنابراین دین مردم علمشان هم بوده. یونان وضعیت دیگری داشته، البته به جهت وضعیت سیاسی مناسبی که حاکم بر این جزایر بوده، در اونجا معرفت روش کرده و نخستین باری که از دخالت دین در امور مردم ایرادی وارد شده است در همون یونان بوده. اینو به لحاظ سابقه تاریخش عرض میکنم. یعنی دموکراسی یونان که بعد از حمله دوم ایرانیان برپا شد و علت برپا شدنش اون بود که طبقات فقیر و پایین هم مشارکت کرده بودن از دفاع از یونان، این دموکراسی سقراط رو محاکمه کرده و سقراط کبیر رو محکوم کردن و اعدام کردن. از اتهامات سقراط هم یکی اون بود که خدایان یونان رو تحقیر کرده. بنابراین وقتی که سقراط عرض میکنن که کشته شد و به او زهر دادن و جام شوکران رو سر کشید، ضمن اینکه امکان فرار هم داشت و نگریخت، این ایراد وارد شد که آقا این داستان خدا چگونه اتهامی بود.
آیا واقعا موضوع خدا یک موضوع حقیقی زندگی بشریست یا نیست؟ بنابراین از اونجا عرض میکنم مباحث این چنین مطرح شد، اما متاسفانه با عرض کنم که پیش آمدن مسیحیت و فرو رفتن جهان غرب در تعلیمات مسیح و استبداد کلیسا این قضایا دنبال نشد. ما در قرن پنجم، اوائل قرن پنجم مسیحی، ما یک مرد داریم به نام سنت آگوستین. این سنت آگوستین نیمه فیلسوف نیمه مذهبی است و بعد ایشون آمده و سخنان بسیار عجیب گفته و در واقع اندیشه های همین آقای آگوستین سبب شده است که این در واقع یکی از ریشه های نظریه این استبداد کلیسا و استبداد شاهان اروپا همین سخنان این آقاست. ایشان میگوید انسان گناه نخستین را انجام داده، همه آدم ها گناهکارن، بیشتر گناهان برخواسته از همین امیال جنسی است، نسلا در نسل انسان گناهکار است و انسان بد هست، به ذات بد هست. حالا این بحث مفصلی است که مخالفان این آقا چه گفتن و چه مباحثی گرفت، اما میگوید که آدم ها رو به زور بایستی وادار به اخلاق بکنید و این در واقع کتاب های مفصل و مبسوطی که آقای سنت آگوستین نوشت، این در واقع پایه های نظری استبداد پادشاهی اروپا در ارتباط با کلیسا رو بنیاد کرد که یک نوع میشه بعد گفت سکولاریسم بود، اما نه که منظوری آقا باشه. ایشون میگفت که باید قدرت باشه، بنابراین برای او فرقی نمیکرد که فقط قدرت در دست کلیسا باشه و میگفت کلیسا بایستی که این قدرت ها رو هر آینه به مردم تحمیل کند، اگرچه به دست شاهان. بنابراین این شاهان اروپا در طول این قرن ها با کلیسا با هم کار میکردن، یعنی دو روی یک سکه بودن اینها، تا ما میرسیم به هنری هشتم که به واسطه شرایط خاصی که بر فضای انگلیس حاکم بود آمد و یک مرتبه طغیان کرد. ایشون چون پاپ گفته بود که زن ایشون بهش حرام است و این حرفا، که اینم داستان مفصلی، ایشون آمد این انوار کلیسا رو هر میشود که مصادره کرد و خودش رو در واقع پدر چرچ انگلستان هم دانست، یعنی مسئول دین و دولت شد و این اولین اتفاق بوده که افتاده. و بعد ما رنسانس رو داریم، حوادث بسیاری اتفاق افتاد. در واقع پایه های سکولاریسم آوردن این زاویه دید انسان از آسمان به انسان هست، هیومانیسم به وجود آمد، یعنی گرایش ها به انسان و ارزش های انسان، که البته هیومانیسم دو تعریف داره، یعنی در زبان رنسانس یعنی ارزش های انسانی، امروز یعنی گرایش ها به انسان و انسانیت، مثل هنر، مثل شعر، ادبیات، غیره و اون چه زاده ذوق و فکر و شعور انسان هست، توجهات به انسان شد. و بعد به همراه این جریان هیومانیسم عصر رنسانس کشف های بزرگ شد. در واقع این مطلب رو کرات و مرات من عرض کردم، به خصوص در قرن 17 هم، اواخر قرن 16 هم و کل قرن 17 هم عصر روشنگری هست، عصر استدلال های عقلی هست، عصر کشف های بزرگ هست. در این دوره عرض می کنم ما بیکن رو داریم که در واقع راه معرفت حقیقی رو به انسان نشان داد و بیکن بسیار 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 مهم هست. ما در قرن 17 هم ما عرض کنم که کوپرنیک رو داریم که زاده آخر قرن 16 هم مثلا قرن به قرن 17 رسیده، و کپلر رو داریم و نیوتن رو داریم و اسپینوزا رو داریم و بزرگان دیگه از اون رو داریم، کشف های بزرگ شد. بنابراین این کشف های بزرگ نشان داد که اون چی در این کتاب های دینی مأخذ معرفت بوده غلط بوده، اشتباه بوده، اینها همه اشتباه بوده و انسان دانست و بر این شد که بدون استفاده از معبد و طبیعی میتواند جهان رو تعبیر و تبیین بکند. بنابراین این هم یک پایه دیگری از سکولاریسم است. سخن از اسپینوزا کردم، اسپینوزا بسیار بسیار مهم هست به جهت اینکه این مرد از یک جامعه یهودی است و این آمد در سنین خیلی جوانی آمد گفت آقا چند چیز به نظر من درست نیست. یکی این که این یهودیان میگوین ما آدمهای برگزیده خدا هستیم. میگوید خدا چه احتیاج دارد که شما برگزیدهش باشین؟ بهتر است برای شما هم که همه آدم ها برگزیده خدا باشن، دین شما پاکتر و مقدستر خواهد. دیگر این که این کتاب مقدسی که در اینجا شما نگاه میکنید پر غلطه، این پر تضاده، اینا رو خدا ننوشته، اینها رو نه یک آدم که آدم ها نوشتن و باید تصحیح بشه و از این گونه سخنان و مسائلی نظیر عرض میکنم که فرض کنید قیامت،
بهشت و جهنم، قضایای مربوط به نمیدونم خدای نادیده و خدای شخصی و مسائلی از این دست رو اسپینوزا به میون انداخت و در اروپا سخنان این مرد منتشر شد. حاصل این که آقای عرض میکنم که اسپینوزا رو تکفیر کردن. و جالب این است که آقای بنگوریان که اینها مردمانی که اسرائیل رو بنیاد کردن مردمان سکولار دانای اروپایی بودن، آمد و به خواهام بزرگ اسرائیل میگوید آقا این اکسکامیونیکیشن، این تکفیر اسپینوزا رو برداریم، ما یه آبروریزی. نه تنها بر نداشتن که تأیید کردن و تجدید کردن و تمدید کردن. و وقتی که کسی اکسکامیونیکیت می تکفیر می شود، در واقع کسی نمی توانست با او صحبت کنه و این مرد بواسطه در تنهای انزوای خودی زندگی کنه و چنین زندگی می کرد. یک رابطه خیلی اندکی آقای باروخ اسپینوزا که بعد اسم خودش رو بندیکت گذاشت، یک اسم مسیحی است، گرچه دینی عوض نکرد چون به دین اعتقادی نداشت. و نه تنها اسپینوزا، آدم‌های بزرگی آمدن بعد از این که پایه‌های علمی قضیه محکم شد و معلوم شد که انسان یک موجودی تنهاست و به وجهی که ادیان گفتند که خداوند نگهدار هر کسی است و خداوند و سرنوشت انسان حاکم هست و اینها، این چنین چیزی نشد. حتی آقای آگوستین هم گفته بود آقا انسان با دعوای آدم‌ها کاری نداره، انسان با خداوند به زلزله و این حرفا کاری نداره، انسان با خداوند در حرکات سیاسی انسان، این آقا قرن 4 5 هجری گفت این حرفا رو، کاری ندارد. بلکه البته به قول آگوستین فقط روح مجرد انسان هست که میتواند یه رستگار بشه و رب نشود. باری این سخنان تکمیل شد، معلوم شد اون چه در باب انسان شناخ و کیهان شناخ و مطالب مربوط به خلقت و انسان و سرنوشت گفته شده بوده، اینها رو آدمای جاهل نادانی در روزگار قدیم نوشتند و به خدا منتسب کرد. بنابراین دست این اولوالامر کوتاه شد، آبرو حیثیت دین رفت، آبروی کلیسا رفت و مردم اروپا و بعد مجلات علمی شروع شد به انتشار یافتن و اریستوکراسی، همون اشرافیت اروپا که البته در ایران هم یک سره از بین رفت، مهتران رو در ایران از بین بردن، خانواده‌های بزرگ از بین رفتن، بودن در اروپا، نشریات علمی منتشر کردن و مردم اروپا فکر کردن که آقا اگر این خدا به این قضیه‌ای مانند منظومه شمسی اطلاع نداشته و اینها رو ما به نام خدا میشناختیم، پس معلومه بقیه حرفاش هم دروغه، پس بقیه حرفاش هم ممکن درست نباشه. بنابراین یک نوع ذهنیت سکولار در نگرش به جهان هستی اروپاییان به وجود آمد و ما رفته رفته سیاسی اندیشان رو داریم، به خصوص هابز و لاک که اینها بسیار مهم بودن. داستان لیبرالیسم و موضوع قانونمندی و مهمترین مطلبی که پیش آمد اینجا که اصل سکولاریسم هست و جان سکولاریسم هست و پایه سکولاریسم هست، این هست که قانونمندی انسان از برای انسان، دیگر انسان معتقد به قانون خدا نبود. یکی از مهمترین مشکلاتی که جوامع مسلمان دارن و ما در مشروط داشتیم و امروز در اینو داریم این است که این آقایون ملایان میگویند که این قرآن و احکامش اینها غیر قابل تغییر هست، انسان داره تکلیف هست و انسان داره هیچ گونه حقی نیست، بنابراین ما آخوندها آمدیم که شما کار کنید ما بخوریم و این قوانین رو به شما تحمیل کنیم تا روز قیامت که حضرت عرض کنم که ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم قرآن زیر بغلشون میاد خودشون قضاوت میکنن. یعنی این داستان یکی از بزرگترین موانع آزادی و آزاداندیشی و در واقع سکولاریسم بوده در جوامع اسلامی، این قانون گذاری مابعد الطبیعه. بنابراین مهمترین کاری که انجام شد، آدمایی مثل مونتسکیو آمدن و ولتر، اینا قهرمانان سکولاریسم هستن، ما هم داشتیم اما نبدین حد، تا میرسیم به جیمز مدیسن و عرض میکنم شخصیت های بزرگ دیگری که بنیانگذار و تامس جفرسون به خصوص و تامس پین در آمریکا، اینا خیلی مهم بودن. اینا آمدن گفتن آقا ما آدمای زمینی هستیم، ما مشکلات زمینی داریم، قوانین آسمانی به درد ما نمیخوره، به درد آسمان میخوره. این است که ما متناسب با فرهنگ و جغرافی و وضعیت عرض میکنم جامعه باید ما بتوانیم قانون بنویسیم. بنابراین این کوشش ها و تلاش ها که آغاز شده بود و نخستین نمونه هاش در یونان بوده و این تعجب و حیرتی که حاکم شد به ذهن دانشمندان که آقا این توهین به خدا اصلا یعنی چی؟ آیا این اهانت، آیا این چارج یا این نمیدونم جرم آیا پایه حقیقی دارد یا نه؟ معلوم شد که اینها هیچ کدام
معرفت حقیقی نیستن. اسپینوزا این رو میگه، میگه آقا این دانستانی معارف دینی هیچ کدام معارف حقیقی نیستن، چون نمیشه بعد اونها رو با تجربه اینها رو اثبات رسانید، نه با استدلال‌های عقلی. اینها یه قضای مابعد طبیعی است که به عقل ربطی ندارد اساسا و فیلسوفان کار کردن. بنابراین بعد از این که در واقع پایه‌های نظری این قضیه رهایی انسان از شر خدا و مابعد طبیعی و دین به وجود آمد، سیاسی اندیشان نظرها می‌اندازند که بهترین نوع حکومت چه حکومتی است. می‌دونی که فلسفه در یونان چند بخش بود، یکیش پالیتیکس بود، یعنی بهترین شیوه حکومت، که حالا آقای افلاطون آمده بود مدینه فاضله آورده بود و ارسطو نظرات دیگری داشت و اینها بماند. در عصر جدید آمدن و موضوع حاکمیت قانون بیرون از حیطه مابعد طبیعه به میان انداختن. در آمریکا عرض کنم که به صراحت گفتن، یکی از اینها فکر کنم مدیسن باشه، میگوید ما اولین قانون اساسی علمی تاریخ رو میخوایم بنیاد بذاریم، و بزرگترین حرفی که در این مملکت زده شده این هست که در این قانون اساسی به نام مردم قانون اساسی آغاز میشه. We the people، ما مردم، ما مردم. این ما مردم دیگه مقدمه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و خداوند تبارک و تعالی و اینها نیست. این آقا، این حکومت از مردم است، برای مردم هست، بیرون از حیطه قضایای غیر قابل اثبات ما بعد طبیعت. و بعد ما آقای هولیوک رو داریم. هولیوک آمد و اینها رو منظم کرد و عرض می شود که در قانون اساسی آمریکا و بعد در کشورهای دیگر اینها آمدند و در واقع دیواری کشیدند بین دین و دولت. البته فراموش نکنیم که در همین تاریخ اسلام که بسیار در واقع آزاداندیشتر بودن تا این مسیحی ها، در اونجا ما ابن رشد رو داریم. ابن رشد در واقع آمده است و بر جدایی فلسفه و از دین عرض میکنم نظر داده و نامش در تاریخ سکولاریسم هست، و تا اونجایی که به اسلام مربوط است ما یک کتابی داریم به نام صحیح بخاری. این صحیح بخاری به لحاظ حدیث میگن خیلی معتبر هست. در اونجا این اعرابی که امروز جستجوگر علمانیت یا علمانیت هستن یا دنیاوی، حکومت دنیاوی در عرب، اینها جانشینای واژه سکولاریسم هستن. اینها میگویند که محمد، حضرت محمد دید که یک درخت آلوی رو پیوند میکنن، آقا من با پیوند مخالفم، بعد شما بعد سال بعد دیدن که آقا درختی که پیوند شده بودن میوه زیادی داد، این درختی پیوند نشده میوه نداد. آقا در امور دنیایی کار خودتان به خودتان مربوط است، شما موظف هستین در امور دینی از من پیروی بکنید. بنابراین این حدیث صحیح بخاری این یک در واقع اسلحه مهمی شد، سلاح مهمی شد از در دست سکولارهای عرب. و ما هم که عرض کردم، عرض شد که ابروس رو داریم که ابن رشد باشد، حکیم ابن سینا هم بر همین نظر بوده و بسیار نظرهای سکولار داده. ابن سینا میگوید خداوند و حکیم راضی، حکیم راضی میگوید خداوند در جزئیات امور هیچ گونه دخالتی ندارد، هم در واقع مطالب بشری راه حل های بشری دارد. از این نوع سخنان ما عرض میکنم که در تاریخ اسلام داریم، تا ابن خلدون که یک بخش مهمی از مقدمش راجع است به این که آدم دینی و مذهبی، ملا و آخون مطلقاً باید از سیاست کنارگیری بکند به جهتی که سبب فساد میشود. اینها نکاتی است در باب سکولاریسم در تاریخ اسلام. تا میرسیم باز به اروپا و عرض میشود که هندوستان، هندوستان هم با مردم شروع کرد. بنابراین سیک در واقع یک نامی در دست است به سال 1801 آقای تاماس جفرسون نوشته است به یکی از این آخوندهای خیلی مهم و میگوید که عزیزم، این دیواری که ما معتقد شدیم که بین کار دولت و دین باشد، معنیش این نیست که مؤمنین نمیتوانند در کار سیاست دخالت بکنند یا رأی بدن، معنیش آن هست که دین از شر دولت پاک بماند، که این یک تعبیری از سکولاریسم در آمریکا. یعنی میگن ما برای پاکیزه نگاه داشتن دین، این دین رو سیانت میکنیم از مفاسد سیاست. این تعبیر هست، در فرانسه تعبیر دیگری هست. و مختصر این که سکولاریسم یعنی این که شما با اندیشه دینی وارد امور دنیوی مردم نشوید.
در قانون اساسی شما اعلام دین نبایستی بکنید، به جهت اینکه مردم مختلف هستن و و و شما وقتی که از یک دین در واقع دین رسمی میدانید، معنیش این هست که سایر ادیان غیر رسمی هستن و این چیز غلطی است. در همین یکی از این تفسیرهایی که به قانون اساسی آمد میگوید که این عرض بکنم نهادهای قانونگذاری نمیتوانن قانونی به نفع یک دین عرض میکنم تصویب بکنن یا اینکه از فعالیت ادیان دیگر جلوگیری بکنن. این یک اصل مهم در قانون اساسی آمریکا است که امروز هم اعمال شده است. شما میبینیم با همه این تخریبی که بعض مسلمانان میکنن در جهان و دشمنی که میورزن، اما اینجا مساجد هست، خانقاها هست، اینا همه زیر سایه اون سکولاریسم است که آدمایی مثل جیمز مدیسن و تاماس جفرسون و دیگران بنیاد کردن. این به طور خلاصه معنی سکولاریسم است. معنیش این نیست که کسی دین کسی رو تحقیر بکند، معنیش این نیست که کسی دینی رو تعقیب بکند، مطلقاً و ابداً چنین نیست. قضیه این است که ما آدمای دنیاوی هستیم، دنیایی هستیم، راه حل ما هم دنیایی است، دین هم بسیار محترم هست و کار خودش رو انجام میده. این در واقع به طور خلاصه یک نکات مهمی بود در باب تاریخ سکولاریسم. حالا شما سوال بعدی رو میتوانید. سپاسگزارم. پرسش من با توجه به توضیحات نسبتا مفصل شما در این برنامه درباره سکولاریسم منجر به طرح سوال دیگری می شود، چون من می خوام برگردم سر مسئله هویت ملی. یکی از عناصری که در مورد هویت ملی ایرانیان گفته می شود، خب زبان، تاریخ، فرهنگ، جغرافیاست و و و و یکی از اونها المان‌هایی که امروز در ایران بعد از انقلاب می‌بینیم هویت ایرانی اسلامی است که میگن یکی از عناصر این هویت ملی است. آیا واقعا چنینه؟ اگر هویت ایرانی اسلامی یعنی عامل ایرانیت و اسلامیت کنار هم باشند، ما با یه جامعه سکولار میتونیم به اصطلاح رابطه داشته باشیم؟ اگر چنین چیزی درست باشه، خب ایرانیان غیر مسلمان چجور تعریف میشه عامل هویت ملیشون؟ یعنی مثلا ما میتونیم بگیم عامل ایرانی ارمنی، ایرانی یهودی و انواع و اقسام ایرانی بهایی، چجوری میشود این رو تعریف کرد؟ جناب مشیری برگشتیم در خدمتتون و پرسشی که قبل از پیام‌های بازرگانی من خدمتتون مطرح کردم، یکی از عواملی که در تعریف هویت ملی ایرانیان ما به کرات مواجه هستیم، متفکرین امروز ایران، جامعه شناسان و شخصیت‌هایی که در این زمینه صاحب نظر هستند از اون یاد می‌کنند، هویت ایرانی اسلامی ایرانیان است. ممکنه در این رابطه توضیح بدید؟ بله. اجازه بدید آقای فروزنده که بحث یعنی اشارات ما نسبت به سکولاریسم ناتمام نماند و به این بحث هم مربوط می شود. عرض کنم که خب ما در تاریخ نگاه میکنیم، در میابیم که فردی مثل معاویه ابن ابو سفیان سیاستمدار بزرگ بوده، اولویت‌هاش هم دینی نبوده، یعنی اینها آدمای سکولاری بودند به یک معنی. یا ابو جعفر منصور، هارون و مأمون و اینها، تا میرسیم به روزگار خودمان در همین عصر مشروطه و بعد از مشروطه و آدمهایی بودند که اینا آدمهای دینی نبودند، اولویت دینی هم نداشتند چنین و چنان. اما معنی اصلی سکولاریسم آن است که به دمو مربوط است، میگیم دموکراسی یعنی مردم. بنابراین سکولاریسم واقعی و حقیقی آن است که از دموکراسی برخیزد، ریشش در دموکراسیه. یعنی ما نمیتوانیم استبداد داشته باشیم یا آدم ضد دین هم داشته باشیم. بنابراین هر ضد دینی این سکولار نیست، این در واقع در بطن احترام به مردم نهفته است. بنابراین اون سکولاریسمی که در واقع از زمینه دموکراسی برنخیزد سکولاریسم واقعی نیست. برمیگردیم سر عرض میشود که سوال شما با سوال نخستی که فرمودید اندکی تفاوت میکنه. برمیگردیم به این داستان اسلام و عرض میکنم موضوع ایران اسلامی یا اسلام ایرانی و اینکه ما ایرانی مسلمان هستیم یا مسلمان ایرانی هستیم. میخواستم عرض کنم که اصولا اسلام به واسطه اینکه وطن براش اهمیتی نداشته و میخواسته که در واقع این اندیشه رو جهانی بکند
دین بیابانی بوده، علاقی اونچنان به وطن نداشتن، اصلا جغرافی محدودی جغرافی درستی هم نداشتن که اینا بگن اینجا وطن ماست. بنابراین این اندیشه ها، ایدئولوژی های در واقع جهان وطن، اینها با اساس قومیت و ملیت مخالفن. و ما هم دیدیم که و زیانهایی از این هم از اسلام هم از این داستان چپ در واقع نصیب ما شده است، کمانی که در همین روزگار جنبش چپ در ایران، حالا با احترام به عرض میکنم همه دوستان و اینکه در چپ انسانهای بسیار بسیار فرزانه بودن که کمک ها کردن، کتاب ها نوشتن، اما اینا در تضعیف بنیاد هویت ملی بسیار کوشیدن، در بی احترام کردن و بی آبرو کردن در واقع شخصیت های بزرگ تاریخ مملکت ما، اینها دست داشتن متاسفانه، حتی در بی آبرو کردن موسیقی ایرانی و بی حیثیت کردن ادبیات کلاسیک، همه هست و نیست ما ادبیات ما اینا کار کرد. حالا بریم سر اسلام. اسلام میگوید که آقا طبقات وجود نداره، وطن هم وجود نداره. بنابراین با این نیروی قوی که اینها وارد کردن که یک ایدئولوژی بود و به قوت شمشیر پیش میرفت و اسلام نخستین حرکت هاش که از مدینه بوده با تحمیل و زور بوده و شمشیر بوده، اینها شروع شد و آمدن این مدنیت های کهن رو گرفتن، از در واقع شمال آفریقا بگیرید تا لبنان و همین عراق و جاهای دیگر و مصر و اینها، یک سر هویت تاریخی ملت برباد رفت. کما این که بارها عرض کردم امروز این اعراب هیچ هویتی ندارن، هیچ گونه هویتی اینها ندارن، تا اونجا که به هویت ملی مربوط هست. اینها دو چیز دارن، یکی زبان عربی است که دین اسلام، هیچ فرقی نیست بین عراقی فرض بفرمایید یا مصری، دو چیز رکن مهم شخصیت تاریخیش همین دو تاست، هیچی به یاد نداره، آقا هیچ مناسبتی ندارد مصری امروز با مصری اون روزگار. بنابراین اینها مزمحل شدن و از میان رفتن، فرهنگ هویت اینها یک سره از میان رفت و اینها مزمحل شدن تا رسیدیم به ایران. اینها که به ایران آمدن خیلی چیز عجیب نخراشیده زمخت بیابانی بوده این اسلام با تعلیماتش که آمده. با تصور بفرمایید که در جامعه مدنی ایران گفتن آقا مثلا سنگسار هم هست، آقا گردن زدن هست، نمیدونم یه چیز بیابانی عقب افتاده ناگفتنی وحشیانه به نام قصاص. آقا این قصاص یه چیزی بود در قبیله ها، بسیار ما میخوانیم در مثلا به خصوص ابن اسیر که این تاریخ قبل از عرب رو خیلی بهتر از طبری نوشته است و مفصل‌تر برای ما نشانه ها آورده است که آقا یک شتری داشت میرفت، هر شبت که یک بچه همسایه تیر کمون درست کرد و بازی میکرد، یک تیری انداخت خورد به این شیردان این شتر، وقتی که آمد منزه دید شیردان شتر در خون آلوده. خب یک همچین چیزی برای عرب خیلی مهم بوده، همه زندگیش با شتر میگذشته، اینا حمله کرده این بچه رو کشته. خیلی خوب، بعد کل اون قبیله که این کودک متعلق به اونها بود حمله کردن، تعدادی از قبیله اینها کشتن و این جنگ ها بعض اوقات چند قرن ادامه پیدا می کرد. بنابراین این قصاص در اون روزگار، در اون مقطع، برای اون مردم، در اون مناسبات شاید چیز پیشرفته بوده. کما این که فرض فرمایید که در همین فیلم لورنس عربستان، این آقا در حالی که داشت حرکت می کرد، لورنس که یک سرگرد انگلیسی اینتلیجنس سرویس بود، می‌خواست بره عقبه رو بگیره و عثمانی ها رو بیرون کنه، دوست نزدیکش زد یکی از قبیله دیگری کنه، نزدیک بود جنگ قبایل در بگیره و تمام برنامه ها از بین بره، آقا من شخصا این رو میکشم و نمیدونست که کیه، بعد که صورت شوربادی رو و کشتش. بنابراین وقتی که این قصاص آمده برای این که شر قبیلگی برانگیخته نشود، گفتن آقا هر کس اون کار که اینم بیاد اون کارو بکنه، این چیز عادلانه بوده. ولی در نظام هایی که نظام دادگستری بوده و مدنی بوده و اینها شهرنشینی بوده، این قصاص یک چیز بسیار بسیار بیرحمانه و سفیهانه است. اینا آمده بود به ایران، مردم ایران نگاه کردن، آقا یک فرهنگ متعالی و بزرگ، ایرانی ها بسیار مغرور بودن به مدنیتشون، یک مدنیت 450 ساله ساسانی که به لحاظ هنر و سیاست در جهان بزرگترین بوده، ناگهان اسیر یک جمع بیابانی شده که اصلا لباس هم نداشتن اینا، نیزه هم درست حسابی نداشتن اینا. مسخره کرده فردوسی در پایان شاهنامه توصیف میده اینا رو. بنابراین پذیرش این که شما بر حق و ما ناحق بودیم بسیار بسیار کار سختی بوده و بسیار کار مشکلی بوده. یک فرهنگ برتر
در واقع شکست خورده، از آدم‌های فروتر و قابل قبول نبوده. این است که آمده است و ابتدا ایرانیان شروع کردن، در واقع هر انشعابی شده اغلب یا در ایران شده یا اصحاب انشعاب به ایران پناهنده شدن و مقاومت‌های قهرآمیز ما داریم، مثل مقاومت‌های فرض کنید که ابو مسلم مروی خراسانی و بسیار داریم، عرض کنم که بابک خرم‌الدین و یعقوب لیث صفاری که شاید از همه بزرگتر باشه، چون رسما لشکر کشید که من میخوام اینا رو براندازم. و وقتی که اینها به خاطر گرایش های عوام به داستان خلافت و دین و خدا و اینها، چون فرزانگان ایرانی بودند، پاسداران ایران، عوام و ناس همواره عرض میکنن به هر طرف میشود کشید، بنابراین پشتیبانی کافی نبود. این پوشش های قهرآمیز یکی پس از دیگری متاسفانه با شکست مواجه شد و ایرانیان به دامن فرهنگ آویختن. از شعوبیان آغاز شده، یا آدم های بزرگی مثل عرض کنن که عبدالله ابن مقفع و عرض میکنن دیگران بودن، بشار و بسیار شعرهای دیگر که اینها در واقع قضایای ایرانی رو به اعراب می آموختن، کتاب ها ترجمه می کردن، شعوبیه بودن، معتزله آمدن و رفته رفته همین داستان تشیع که در واقع یک نوع دوختن این لباس به تن ایرانی بوده. اگر نگاه کنیم بسیاری از روشنفکران قدیم ایران به شیعه میگن، این شیعه یک فلسفه سیاسی بوده، در واقع یعنی وارد جریان اصلی اسلام که مورد نظر پیغمبرش بوده یا عمر و ابوبکر بوده، ایرانی ها هرگز نشدن. این هست که آمدن و باز طرح دیگر انگیختن، یک طرحی ریختن به نام تصوف که حقیقتا وقتی نگاه میکنیم جز در تقابل با دین به وجود نیامده، علی‌رغم سخنان بعضی کسان که میگویند ریشش در ابوبکر و عمر و قرآن، اینا اصلا چنین نیست، چون همه عناصر تصوف ایرانی است. این چند عنصری که از کنم ساختار این مکتب عشق و مذهب عشق رو ساخته، مثل فرض کنید یکیش موسیقی است، وحدت وجود هست، عشق هست، فتوت هست، خانقاه هست، سماع هست، همه اینها ایرانی است. بنابراین مقاومت‌ها از روز اول آغاز شده و در واقع زنده ساختن اساطیر ملی، شخصیتی مانند فردوسی، اینها در هیچ فرهنگ مسلمانی ما پیدا نمی‌کنیم. یعنی مصریان با اون فرهنگ دیرپا نمی‌دانستن مصری هستن. کسی نبود از روشنفکران که با صاحب غیرت ملی باشه و دلش به حال مملکت سوخته باشه و این تمدن بزرگ رو نشان بده. من شنیدم که اولین کسی که گفته است آقا یادمون باشه ما مصری هستیم قبل از اینکه اسلامی باشیم، یه آدمی بود در قرن 19 در مصر که نامش هم یادم نیست. بعد ما انور سادات داریم که البته شاید به خاطر همین حرف پشتن گفت آقا ما باید بدانیم ما قبل از اینکه مسلمان باشیم مصری هستیم و مصری ها تنها مردمی هستن که دوست دارن به اینها بگوییم شما مصری هستین، فقط با اسلام اونها رو نشناسید. باری در ایران این در واقع رشته مقاومت ذهنی و معنوی ادامه داشته است، از ابن مقفع تا کسروی و هنوز هم از صادق هدایت در یک کشور. این یک حقیقت در واقع انکار ناپذیری است. ما نمیتوانیم این رو نپذیریم که در مقابل اعراب و اسلام ایرانیان مقاومت کردند. حالا ما فیلسوفان داریم مثل آقای راسل که میگوید که این اعراب دارای تفکر دینی و روحانی نبودند، مردمی دنیاوی بودند و اینها عاشق شراب و زن و کباب و هنوز هم چنین هستند. این ایرانیان بودند که صاحب در واقع تفکرات روحانی بودند و از قدیم مذهبی بودند و این چیزی که به دست اینها رسید، ایرانیان به واسطه همین سوابق فرهنگی از آن چیزی ساختن بسیار جالبتر و معنیدارتر، چیزهایی که هرگز به ذهن خود بنیانگذار اسلام و اتباعش اصلا خطور نمی کرد. بنابراین پیروی فرمایش شما، ایرانیان یک چیزی ساختن از اسلام که مطابق ذوق و سلیقه خود بود و از قرن دهم، از سال 906 به بعد هم که ما اساسا تشیع رو داریم، که این تشیع که در مملکت ما گسترش پیدا کرد و زمینه ها هم داشت و فقط بخش های کناری ایران دور از مراکز به تسنن باقی ماندن، اینها رو اصلا مسلمانان جهان مسلمان نمیشناسن. شما اگر وارد یک جامعه اسلامی بشوید در هند و اندونزی و اینها، وقتی میگویید سنی هستن میگویند خدا را شکر شیعه نیستید، کمایی که به بنده گفتن. این است که شیعه را اساسا عرض برم سواد اعظم مسلمین، شیعه را مسلمان به حساب نمیارن. آقای فروزنده
و این جزئی از هویت ملی ایرانی‌ها شده. هنوز ما رو مجوس میشناسن، هنوز ما رو آتش پرست و مغ و گبر خوشبختانه میشناسن. پس آقای مشیری جاره. با توجه به این توضیحات شما، در تعریف هویت ملی ایرانیان عنصری به نام ایرانی اسلامی نمیتونه معنی داشته باشه و وجود داشته باشه، درسته؟ ما باعثی که قضایی ها رو به نفعی که هست نگاه کنیم. ببینید این تشیع جزئی از هویت ملی ما شده است. البته این تأثیرات ایدئولوژیک در طی تاریخ اینها روزگار گذرا داشتن، اون چه برپای بوده و جاودان هست ملت هست. بنابراین ما نمیتوانیم بگوییم که تشیع جزئی از هویت ما ملی ما نیست یا اسلام نیست، چنین چیزی نیست. این خطاست، اشتباه هست، این اشتباه هست. این تشیع در واقع جزء هویت ملی ایرانیان هست. اتفاقا میخوام عرض کنم که تشیع در شکل گیری هویت ایرانی و نجات ایران اینها بسیار مؤثر بوده. عرض میکنم خدمت شما ایران فراموش شده بود، ایرانی وجود نداشت تا وقتی که خانواده صفویان آمدن. ما ایرانی نداشتیم. شما بگردید در دیوان حافظ یک جا واژه ایران پیدا نمی‌کنید، در سعدی بگردید، شاید در مولانا و سعدی یکی دو بار، اونم به ضرورت قافیه، و در همون مقطع و اصل ابن خلدون از یکی از مباحثی یک نتیجه گیری میکنه و بحث او این هست که هرگاه مردمی بزرگوار و متمدن اسیر مردمی از خود فروتر شدن و این اسارت دوام یافت، این مردم گذشته پر افتخار خودشون رو فراموش میکنن و آدم های نمیشن. نگاه کنید به ایرانیان. ابن خلدون میگوید، ابن خلدون معاصر حافظه و تیمور لنگ، میگوید ببینید این ایرانیان مردمان بزرگی بودن، اصلا فراموش کردن که ایرانی هستن، به جهت اینکه اینها تکه پاره شده بود و اجانب و بیگانگان به مملکت ما ریخته بودن و نام ایران وجود نداشت. و بعد دو دشمن بزرگ اون از اینها، یکی از مرزهای خراسان بود، یکی از مرزهای آذربایجان بود. اینها سنی های بسیار بسیار متعصب و خوناشان بودن هر دو. اینها آمدن چون ارق ملی و ایران زمینی وجود نداشت تا اون موقع، اینها آمدن زیر سایه در واقع معارف شاهنامه و معانی شاهنامه و مقصود فردوسی و آیین تشیع، این کشور رو دوباره استقلال بخشیدن و با این متجاوزان این دو سو جنگیدن و دوباره کشور ایران ساخته شد و تشیع خیلی خیلی نقش مهمی داشته. حالا اینکه بعد در روزگار شاه سلطان حسین و دیگران در واقع این به تعصب گراییده و به خرافات گراییده، به انحطاط گراییده، داستان دیگری است. اما در پیدایش ایران نوین دوباره بعد از هزار سال خاکستر ترک و مغول و اینها، این تشیع نقش داشته. بنابراین امروز ما صحبت از ایرانی میکنیم و هویت ملی ایران این هم هست، ما این رو نمیتوانیم نادیده بگیریم. آقای اونقدر هست که میتوانیم بگوییم که جنبه های ایرانیت ما در بسیاری موارد نزد بسیاری اشخاص میچربد به این هویت اسلامی که به ما چسبیده بوده. آقای مشیری با این توضیحتون یه سوال تازه ای، من میخوام از این بحث رد شم ولی توضیحات شما سوال تازه ای رو مطرح میکنه. بفرمایید. ببینید اگر چیزی جز یکی از اجزای هویت ملی ما هست، بله، یعنی شما میفرمایید تشیع جزی از هویت ملی ماست، بله همینجوره، بسیار، چجوری ما میتونیم به یه جامعه سکولار برسیم و یک جزی از هویت خودمون رو در اون دخالت ندیم؟ این یه تضادی نداره؟ نه اصلا این سخن با کل سکولاریسم تضاد داره آقای فروزنده. سکولاریسم این نیست که ما دخالت کنیم در دین مردم که کسی چه دینی داره. سکولاریسم آن است که دولت در امر دین دخالت نکند و دین با تعلیمات دینی در دولت دخالت نکند. حالا شما در یک جامعه سکولار هندوستان ده ها بلکه صد ها نوع دین مختلف دارید، اصلا اعلان دین نمی کند. اعلام دین قانون اساسی هند نمی کند. میگوید ما مردم. یعنی ما مردم یعنی چی؟ یعنی همه آدم ها با همه، عرض می شود که با همه عقاید. این است که سکولاریسم در واقع یک تعریف سیاسی داره و برای مردمه. این است که مردم میتونن شیعه باشن یا سنی باشن یا نباشن، یا چپ باشن یا بی خدا باشن یا کافر باشن. این داستان خیلی تفاوت میکنه با اون قضیه. اون یه بحث تاریخی است
این یک بحث سیاسی است در امر قانونگذاری مملکت، کما اینکه در همین قانون اساسی مشروطم والا به حضرت عباس بیدست، اینم خودش نو سکولار بود، حالا بماند که میگه 5 تا آخوند فلان کنند، ولی ما هیچ موقع ندیدیم که 5 تا آخوند پیدا بشود که در مورد فلان قانون نظر بدن، هم چیزی ندید. اینا چه وقتی این مباحث مطرح میشه رفته رفته بحث بزرگ و بزرگتر میشه، سکولاریسم داستانش از بحث ما جدا میشه. آقای فروزنده گرامی اجازه بدید که بپردازیم به چند عامل مهم دیگه در مسئله هویت ملی و بحث سکولاریسم، اگر موافق باشید در اینجا نگهش داریم. در شما آقای فروزنده سوال فرمودید بلد. مثلا آدم ارمنی رو چیز کردید، این خیلی سوال مهمی بود. ببینید در تعریف هویت ملی ما میگیم که بنده ایرانی هستم با ادبیاتم، که مهمترین در واقع مهمترین عناصر در هویت ملی ما زبان و ادبیات فارسی است. این رو فراموش نکنید، بی اندازه مهم هست. همه دانسته های ما، ذوقیات ما، همه در واقع میشه باید گفت تاریخ ما و اندیشه های ما در این ادبیات ریخته است. خیلی خوب، یک کسی میتواند ارمنی ایرانی باشه، یهودی ایرانی، زرتشتی ایرانی، مشترکات هست، دین فرق میکنه. بنابراین اگر ما بیاییم و یک حکومتی مثل این حکومت اسلامی داشته باشیم که بیاید و تشیع رو بر بکشد و از بام تا شام داستان مظلومیت حسین رو و فضیلت علی رو چیز کند، بر بکشد، تبلیغ کند و بعد اهل تسنن رو بکوبد، اینجا به هویت ملی اهل تسنن توهین شده. یا اینکه ما برویم در کلیسای نمیدونم جلفا، در کلیسای اونجا کلیسا رو تخریب کنیم، و این بنابراین اون زمینی شخص زمینی که ایرانی است، ایرانی است، در تاریخ ایران شریک هست، اما آیینش در واقع مخصوص به خودش است، اینجا ما به او توهین کردیم. کما اینکه فرض کنین آقای همون فرانکو آمد و به زور دستور داد فلان استان و فلان استان اسپانیا که به زبان دیگری صحبت میکنن ممنوع، این خیلی چیز سفیهانه است. مثلا گرفتاری های سکولاریسم ترکیه این است که یک کسی کردی صحبت میکرد کتک میزدن، آقا کتک میزدن، سیلی میزدن، من شاهد عینی دارم براش. بنابراین این قضایا سکولاریسم معنیش این نیست، سکولاریسم معنیش این است که آقا دین از دولت جداست و دولت متناسب با نیاز جامعه قانون وضع میکنه توسط مردم، دین و آیین مردم هم به خودشان مربوط است، دین هر کسی آزاد هست، دولت در واقع سیانت کننده اون آزادی است که مردم بتوانند ادیان خودشون رو داشته باشند. خیلی متشکرم آقای مشیری. من میخوام یه نقشه رو به شما نشون بدم، چند تا نقشه رو، برای اینکه شما در گفتگوی تلفنی هم که با هم داشتیم به خطراتی که سرزمین ما رو تهدید میکنه اشاره داشتید، خطراتی که تجزیه ایران رو در واقع به دنبال میاره. از اتاق فرمان خواهش میکنم اون نقشه بزرگ بعد. من نمیدونم آقای مشیری شما میتونید نقشه رو ببینید؟ بنده میتونم این میکروفون رو تکون کنم از تلویزیون ببینم. بله بله، این نقشه، این در واقع نقشه 4 سال پیش در آمده در نشریه آتلانتیک مانتلی، یکی از نشریات بسیار معتبر آمریکا. در این نقشه کتاب از نقشه نشون میدین من برم نگاه کنم؟ بله داریم نشون میدیم، اگر بله بله. نگاه کنید ممنون میشه. در این نقشه شما ملاحظه فرمایید که چه تغییراتی در محدوده کشورهای خاورمیانه قرار اتفاق بیفته، قرار بوده اتفاق بیفته و در شرف وقوع و اتفاق افتاده. در این نقشه شما ملاحظه فرمایید که عراق به چند کشور تقسیم میشه، بخشهای از ایران و ترکیه هم از هم جدا میشن، کردستان بزرگ تشکیل میشه و در قسمت دیگری شما ملاحظه فرمایید حتی تجزیه عربستان سعودی هم اتفاق میفته. حالا اجازه بدید که اتاق فرمان لطف کنید جمهوریایی رو که به وجود میاد با هم یه نگاه داشته نگاه بهش بکنیم. من متاسفانه به علت فاصله زیاد نمیتونم ببینم که کدوم نقشه هست روی کردستان هست. بله این کردستانه که فکر میکنم 31 میلیون و اندی جمعیت داره، این جمهوری کردستانه که به وجود میاد. نقشه دیگری رو نشون بدیم، کشور دیگری که به وجود میاد، این جمهوری اسلامی قزس
که به جای کشور فلسطین قراره به وجود بیاد در کنار اسرائیل، و لطفاً به من کمک کنید در اسم این کشورها، من نمیتونم در واقع ببینم از این فاصله. دارید اسامی رو؟ به هر حال متاسفانه من نمیتونم ببینم، اتاق فرمانم صداشون رو نمیشنوم. خب بریم سر کشور، دو کشور دیگه. اجازه بدید شما اگه تصویر من نشون ندید من میتونم اینا رو بخونم از نزدیک و خدمت بینندگان عزیز بگم. یکیش میشود که پشتونستان هست از تجزیه افغانستان، و یکی بلوچستان. دو کشور قبلی رو هم نشون بدین لطفا. بله، جمهوری اسلامی شیعه عراق و جمهوری سنی عراق. کشور دیگری هم هست. و بعد این جمهوری اسلامی غزه، این پشتونستان رو داشتیم، خوزستان هم باید باشه. بله، این هم کشور خوزستانه. کشورهایی است که قراره که به وجود بیاد و میبینید به جز غزه بقیهش با ایران ارتباط پیدا میکنه. غزه و پشتونستان بقیه به ایران ارتباط پیدا میکنه. یعنی به نظر میرسه تجزیه ایران در دستور کار استعمار، در دستور کار کشورهای بزرگ قرار گرفته. آیا این واقعیت داره یا نداره؟ و در این ور قضیه ما نگاه میکنیم گروه های کوچکی پیدا شدن در مقابل کل مردم ایران که از حرکت های تجزیه طلبانه حمایت میکنن، تحت عنوان اینکه در طول دورانی که در ایران بودند تحت ستم بودند. آیا این ستمی که یاد میکنن ازش در طول قرنها روا شده بر همه ملت ایران روا شده؟ اگر شده باشه، این حق رو برای تجزیه کشور ایجاد میکنه؟ در همین تحقیقی که من در شروع برنامه به نکاتی از اون اشاره کردم نشون میده که ایرانیان عرب یا عربهای ایران در خوزستان بیش از هر نقطه دیگر ایران به ایران عشق میورزند. من متوجه نمیشم چگونه باید با این مسئله در این شرایط حساس مواجه شد، چگونه الگویی رو برای سرزمینمون در آینده داشته باشیم که نیروهای تجزیه طلب رو به حاشیه برونیم و در این حال صلاح و فلاح مردم ایران رو در آینده بتونیم در بر داشته باشیم. من در خدمتم. بله بله آقای فروزنده گرامی، ببینید میخوام یه مطلبی بگم که ام‌العلل بیچارگی مردم ایران و گرفتاری ما این رژیم جمهوری اسلامی است و هموطنان ما بایستی بدانند تا این رژیم رو سرنگون نکنند و یک رژیم دموکراتیک مردمی برپای نکنند، این مشکلات ادامه خواهد داشت. همه این مشکلات ناشی از این رژیم نادان بیعقل جنایتکار هست. این رو میخوام در مقدمه عرض کنم و یک نکته ای رو بگم پیش از اینکه بپردازم. این رژیم مردم ایران رو متشتت و پراکنده میخواد. وحدت ملی اصلا لازم ندارد، چون بقای خودش رو میخواد. اما این مهر و محبتی و این بزرگواری بی نظیری که مردم ما نسبت به زلزله زدگان آذربایجان نشان دادن، و من در باب شنیدم، اگر اون چه شنیدم صحت داشته باشه، ما تبدیل به یک ملت شدیم. این نشان میدهد که این داستانهای پوچیست و جایی نزد ملت بزرگ ایران نداره. این مطلب دوم. مطلب سوم این که ببینیم چه کسانی میخواهند که ایران پاره پاره بشود، ولی و آیا این هم میسر هست یا نه. بی سیاستی و بی تدبیری و دیوانگی این رژیم باعث شده است که کشورها مثل دولت اسرائیل، مردمش رو من نمیگم، اینها ایران را یک پارچه و بزرگ نخواهند. در قبال در واقع کارهایی که رژیم اسلامی علیه اسرائیل انجام میدهد، از طریق لبنان، از طریق حماس، از طریق نمیدونم حزب الله و اینها، اونها هم بیکار ننشستن و این تبلیغات رو انجام میدهن. و من شنیدم که اینها در واقع مراکز تبلیغاتی بزرگ در همین آذربایجان جعلی دارن
برای همینجور کارها و تبلیغات انجام میشه، معدودی انگوش شماری هم با اینها همکاری میکنه. در روزگار جنگ دوم هم چنین طرحی به وزارت امور خارجه و ایران دادن که دولت مردان آمریکایی مطلقا نپذیرفتن. یه آقای برنارد لوئیس داریم، عرض می شود که پیران سر 91 سالی است، ایشون هم یک چنین طرحی رو به من شنیدم به کاخ سفید داده بوده است به نام بالکانیزیشن آف ایران، یعنی همونطور که ما منطقه بالکان رو تقسیم کردیم به این کشورها، ایران هم واسه تقسیم شود در همین مرزبندی های زبانی و دینی همونطور که شما نشون دادی. اینها ایده هاست، اما من به هیچ وجه من از وجود گمان نمی کنم و بر این هستم که ایران ما صاحب یک فرهنگ، یک پارچه، مردمی وطن دوست هست که اجازه چنین کاری رو به دشمنان ایران نخواهد داد. گرچه این فرضی ها هست و عرض کردم منشأ اصلیش کجاست و این گرایش های گریز از مرکز و نارضایی ها قبلا خدمت شما عرض کردم بر اثر ظلمی است که این رژیم به کل ملت ایران نه تنها به یک گروه خاص روا داشته، بی توجهی ها و عرض میکنم بی سیاست ها و بی تدبیری های این رژیم هست که فرض کنید در بلوچستان این کارها رو میکنه، خانه ها رو خراب میکنه، مردم رو میکشه، در کردستان جنایت میکنه. بنابراین وقتی من یک کرد هستم یا یک بلوچ هستم به جایی میرسم که میگویم آقا به قول سعدی فرمود که سعدی یا حب به وطن گرچه حدیثی صحیح نتوان مرد به سختی که من اجازه دارم، اما بر روی هم با توجه به سابقه تاریخی و شناخت مردم ایران من بر این هستم که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. اون گروه هم که خود رو جدایی طلب می نامند و اینجا و اونجا فعالیتی می کنند، اینها یک اقلیت بسیار ناچیزی هستند. آقای فرورستان گرامی، آقای مشیری، در صحبتاتون اشاره کردید که اسرائیل در این تحریکات و در ایجاد این اجتماعات تجزیه طلب نقش داره. بله. ممکن در این باره توضیح بیشتر بدید؟ بله بله. یعنی چی که نقش داره؟ آیا اسرائیل حق داره که در مخالفت با جمهوری اسلامی تا اینجا جلو بره؟ بله. اسرائیل هر کاری دلش بخواد حق داره، داره انجام میده. عزیزم ببینید، کتاب ها نوشته میشه، دروغ از دانشگاه های بزرگ، عوامل اسرائیل در باب آذربایجان، اصلا شما کتاب ها رو میخونی خندتون میگیره. یک دیگه جا دروغ هست، اینها تشکیلات مهمی در آذربایجان ساختن و تبلیغ میکنن، پایگاه هایی هست که همین گروه های پیجاک و پیکیکه و اینا رو که من درست نمیشناسم اینا رو اسرائیلی ها دارن تعلیم میدن. اینا نشانه هایی است که شما اگه نگاه کنید خیلی خوب پیدا میکنید. مسلم است که دولت اسرائیل برای حفظ منافع خودش ایران یک پارچه نیرومند رو لازم نداره، به جهتی که ایران هم به لحاظ سابقه تاریخی و هم به لحاظ مردم هوشیار دانا و وسعت کشور میتواند ابرقدرت منطقه باشد و اینها ایران رو برای خود خطری میدانند. وگرنه به لحاظ تاریخی تا اونجایی که به ملت یهود مربوط است، ملت یهود دوستان ایران بودند، در ایران بودند، در واقع در جمیع کشورهایی که ملت یهود بودند، یعنی پیروان آیین موسی، ایران زیباترین و بهترین کشور بوده، به وجهی که در کتاب‌های مذهبی و دینی پیوند ما خیلی پیوند نزدیکی است. سخن مخلص در کارگزاران دستراسی اسرائیل هست که گمان می‌کنند به این وجه می‌توانند ایران رو در واقع تضعیف بکنند. آقای مشیری، شما به هر حال درسته که یک صاحب نظر فرهنگی سیاسی هستید، ولی خودتون رو نمیتونید دور نگه دارید از ضرورت‌های عملی زمان، ناچارید به هر حال کشیده میشید به ضرورت‌های دنیای عمل. خب تکلیف ایرانیان خارج از کشور چیه؟ اگر که ما متوجه هستیم از یک طرف یک بختکی به نام جمهوری اسلامی بر سرزمین ما سایه افکنده، بخته که بسیار سنگینی است، من فکر نمی کنم که به این سادگی ها اینها شرشون رو بکنن برن، و برخلاف بسیاری از کسانی که معتقدن با آرامش مسائل ایران حل خواهد شد، من تغییرات کشورم رو به عنوان یک ایرانی بر بستری از خون و ویرانی میبینم تا اینها شرشون رو بکنن برن. این از یک طرف گرفتاری ماست، از یک طرف مخالفت هایی که میشه داره میره که سرزمین ما رو مورد تهدید قرار بده. یعنی به طور دائم مثل اینکه حق دارند
وزرای دفاع سابق و لاحق و امروز و فردای اسرائیل و مقامات امنیتیش که اعلام بکنن ما امروز ایران رو میزنیم، فردا ایران رو میزنیم. در این وسط کجا باید ایستاد که جای برحق و جای درستش هست؟ این همه سکوت در مقابل اچافات اسرائیل به خاطر بختک جمهوری اسلامی آیا درسته؟ من که معطل موندم، شما چطور؟ در باب جنگ و حمله اسرائیل به ایران میفرمایید؟ بله بله. خب ببینید، اسرائیل عرض شد که شما باید یک نگاه تاریخی بکنید به قوم یهود و دوره‌های هجران و دوره‌های در واقع مهاجرت و دوره‌های سیاه روزگار هیتلر و روزگار فرعون و رومیان و غیره و اینا. امروز که دست پیدا کردن به یک قطعه زمین، اینها دو چیز رو میخوان: یکی که این زمین رو داشته باشن، یکی این که به هیچ وجه من الوجود اونچه هولوکاست گفته میشه تکرار نشه. بنابراین بسیار بیمناک هستن از جمهوری اسلامی و این فعالیت‌های اتمی، و حق هم با اونهاست، به دلیل اون که اگر جمهوری اسلامی در این فناوری در واقع به کمال برسد، اینا میتوانند با چند پوند، 4.5 تا 5 پوند پلوتونیوم بمب تولید بکنند، یا اینکه این مواد اتمی رو حتی به صورت خام در اختیار حزب الله قرار بدن. یک آدم در واقع اسرائیلی که جنرال هست، وظیفش دفاع مملکت هست، چاره‌ای نداره جز اینکه از این فکرها بکنه، اگه وگرنه که به درد نمیخوره که. بنابراین بسیار بیمناک هستن از این قضیه اتمی، و این با توجه به که ایران این موشک‌های هم توسعه داده، اینها براشون قضیه در واقع قضیه زندگی و مرگ شده. و من چیز نمیبینم در واقع، اگر ما به جای خودم به جای جنرال اسرائیل بذاریم، برای دفاع از این کشور کوچک ما همه کار خواهیم کرد. بنابراین سخنی هم که میگویند که ما حمله خواهیم کرد و چنین و چنان خواهیم کرد، این هم حق اوناست که بگویند. اما سفاحت کلی که ایران رو به خطر انداخته، و من میخوام اینجا این مطلب رو عرض کنم که این رژیم سابق، پادشاه سابق ایران، سرنوشت خودش رو با سرنوشت ایران گره نزده بود بیچاره. به معنی که شلوغ میشد، گرفتاری میشد، آقا من میرم، چمدانش بر میداشت و میرفت. اینها سرنوشت خودشون رو به سرنوشت ایران گره زدن، یعنی سقوط خود رو با سقوط ایران میگن اگر ما نباشیم این مملکت نباشد. یعنی تا اونقدر اینا در نگهداشت این قدرت طماع و خطرناک هستن. این است که این کاری که اینها پیش گرفتن راهی جز جنگ نخواهد داشت متاسفانه. یعنی خارجی ها، اروپاییان، حالا این که عرض کنم استدلالایی که احمدی نژاد دارد که خب اینا 5000 بمب اتم این دارد، 7000 اون دارد، اینها اول بمب، اینها تدبیر و سیاست امروز نیست. آقا بله، همه میدونن که چه دارن، اما این که شما سیاستی رو دنبال کنید که سبب این گرفتاری های بسیار بسیار عمیق برای مردم ما بشه، به لحاظ همین تحریم های اقتصادی و گرفتاری ها که امروز نان و تخم مرغ و مرغ شده است، یک مطلبی خود شما بهش اشاره کردید، و در ورای همه اینها این سایه سیاه جنگ هم بر سر کشور ما متاسفانه هست. و وقتی هم جنگی آغاز بشه، هیچ جنرالی نمیتواند پایان جنگ رو پیش بینی بکند. شروع جنگ با جنرال ها هست، اما معلوم نیست توسعه این جنگ تا کجاست و سرنوشت شما به کجا خواهد کشید. برمیگردم باز به این که در واقع علت العلل همه گرفتاری ها این رژیم پربرکت جمهوری اسلامی است، و اینکه شما میفرمایید اینها شرشون خواهند کند یا نکند، یا اصلا خلاف قوانین فیزیکه. شما یه لیوان آب بذاره روی میز، تا زمانی که یک دستی، یک نیروی این لیوان رو حرکت نده یا اون رو بر نداره، خب این لیوان سر جاش هست دیگه. به هر صورت گرچه رو قوانین فیزیک با مسائل سیاسی قابل مقایسه، بعد یک تشابهاتی هست. بنابراین اون نیرویی که بایستی که اینها رو حرکت بده و شر اینها رو کم بکند، خود مردم ایران و ملت ایران هستند، و این کار رو در واقع فی حد ذاته نشان دادن که میتوانن دولت ها رو عوض بکنن. و من بسیار امید دارم که مردم ایران بتوانن از این آزمون بزرگ تاریخی هم بیرون بیان. آقای فروزان، آقای مشیری، بحث رو به جای خیلی حساسی شما رسوندید.
درسته از بحث هستیمون یه مقدار دور میشیم، ولی فکر میکنم مطالبی که گفتید آقای فروزنده در واقع شما رسوندین با سوالاتتون. بفرمایید. نه من ما با هم راه میریم. شما ما رو این بار این وارد این خط کردیم. بفرمایید. آقای مشیری، اولا یه توضیح کوتاه میخوام ازتون. فردای اینکه این خبر اعلام بشود، چون اسرائیل گفته تا یک ماه آینده ایران رو میزنه، فرض کنیم این بازی تبلیغاتی سیاسی اصلا درست باشه و این اتفاق بیفته، فردای حمله اسرائیل به ایران شما چه خواهید گفت؟ من چه خواهم گفت؟ بله. آقای فروزنده، بله، شما شخصیتی هستید که عده‌ای به دهان شما نگاه میکنن و گوشاشون تیز میکنن تا ببینن شما چه موضعی میگیرید. اول اینکه آقای فروزنده، من خود اسرائیل فی حد ذاته توانه نظامی تخریب جایی رو نخواهد داشت مگر با کمک آمریکا، چون سلاح‌های اسرائیل یک سلاح‌های تدافعی در واقع با برد میانه هستن. اون هواپیماهای لازر، اون سوختگیری‌ها در هوا، مگر اینکه آمریکا به اینها بدهد. این است که در صورت درگیری اسرائیل با ایران، آمریکا که دوست تاریخی اسرائیل است از اون پشتیبانی خواهد کرد. اما اینکه ما چه خواهیم گفت، آقای فروزنده، اول اینکه من علل اطلاق مخالف جنگ هستم. من میدانم بعض هموطنان عزیز ما، برادران ما، دوستدار جنگ هستن، اما از جنگ چیز خوبی ممکن است، یعنی چون در واقع قابل پیشبینی نیست که آره فردا جنگ شد چه خواهد شد. آیا این جنگی که این حمله که اسرائیل میکند، اگر اون چیزی که ما میشناسیم از اسرائیل و نیروی نظامیش حمله بکنه، این سبب تحکیم حکومت آخوندها خواهد شد؟ به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این یک جنگ در واقع محدود برای تخریب بعض دستگاه‌های بوشهر یا عراق یا جاهای دیگر، این سبب سقوط نخواهد شد. برعکس خواهند گفت ای ملت همیشه در صحنه، کفار یهودی به ما حمله کردن، شیعه رو میکشن. امکان این که خشم مردم رو برانگیزن و مردم رو پشت سر آخوندها بیاورن علی رغم این که مردم متنفر هستن، این بسیار زیاد هست اگر اسرائیل این کار رو انجام بده. ضمنی که عرض میکنم، تکرار میکنم، من مخالف جنگم. اگر آمریکا این حمله رو بکنه صورت دیگری خواهد داشت. این است که واقعا معلوم نیست که پیامدش چی هست، که ما مطابق اون پیامد صحبت بکنیم. تا اونجایی که من میدانم، این جنگ بسیار بسیار چیز بدی است. ما در این دوره‌های مختلف کار زیادی برای ایران نکردیم این دولت‌ها، اما هر آینه این اضافات پول نفتی که این سارقان دو بردند و دزدیدند و خوردند و اینها صرف ساختن این جاده‌ها و این زیرساخت مملکت شده، اینها هم تخریب بشه خدا می‌داند ما تا کی بتوانیم جبران کنیم. ضایعات انسانیش از همه بدتر. معلوم هیچ کس گمان نمی کرد که در جنگ عراق 600 هزار نفر کشته بشه. فکر می کردن یک جنگ محدودی است که حمله می کنن و عرض کنم شیعیان و کردها پشتیبانی می کنن، ظرف یک هفته تمام میشه با 45 نفر کشته. اما دیدیم که چنین نشد. این پیشبینی که جنگی که آتش جنگ برافروخته شد چه خواهد شد، خیلی خیلی کار مشکلی است آقای فوزان. جان مشیری، اشاره کردید به این که مردم در داخل، چون شما بحث رو آوردید روی این که علت العلل همه این مسائل رژیم جمهوری اسلامی است که در ایران حاکمه، درسته؟ همینجوره قربان. خب، و اشاره کردید به این که مردم در داخل کشور در حد اکثر امکان خودشون مقاومت میکنند و جلوه های این مقاومت در جاهای مختلف به صورت مثبت و منفی دیدنی است. ضمن این که روزنامه کیهان ایران به نحو مسخره‌ای با مسئله زلزله مواجه میشه، امروز اعلام میکنه زلزله آمده اینقدر تخریب، و فردا اعلام میکنه همه عملیات بازسازی هم عملیات امداد رسانی هم تمام شد ظرف 24 ساعت و میخواد ساکت کنه. تازه مردم، هنرمندا، ورزشکارا، مردم عادی را میفتن و کاروانهای کمک مردم را میفته رو به آذربایجان و مناطق زلزله زده. این بسیار جای امیدواری داره و من با شما درود بر شما. این نشانه بسیار بسیار درخشانی بود از وحدت ملت. یک، عدم اعتماد مردم به این دولت.
بله. که ما کمک ها رو به اینها نمیدهیم، ما مستقیما از مردم به مردم کمک میکنیم. این است که این نشانه بسیار بسیار امیدوارکننده است و نشان میدهد که ما یک ملت هستیم. آقای فروزنده گرامی، بله، یک ملت هستیم، یعنی در خاورمیانه یکی از کشورهایی هستیم که دیگه قبیله‌ای نیست، دیگه من درود بر شما، درود بر شما، کلمه نیشن در موردش کاملا صدق میکنه. زنده باشید. بله، این بخش داخلی ماست. اما در بخش خارجی ما هنوز به اون جایی که این اختلافات رو کنار بگذاریم و به نحوی بتونیم به یک نوع همگرایی برسیم نرسیدیم. این آهنگ جداسری از همه سو روانه. من یادم به وقتی که شما در برنامه همین نسیم شمال شرکت فرموده بودید، اون موقع در لس آنجلس بودید و شرکت کردید، مسئله این اعلام جرمی که ادعانامه این که شاهزاده رضا پهلوی مطرح کرده بود در رابطه با آقای خامنه‌ای مطرح شد و شما در اون برنامه وقتی من پرسیدم از حضورتون اگر که یه جلسه‌ای باشه در رابطه با نقض حقوق بشر و این ادعانامه ایشون حضور داشته باشند و شما هم حضور پیدا می‌کنید یا نه، و شما با صراحت فرمودید بله حضور پیدا می‌کنم. این یک نوع صدشکنی بود. اما چرا هیچ اقدام عملی انجام نمیشه؟ من نمیخوام بگم که حتما این دوتا نیرو در نیروهای مختلف، به هر حال از یه جایی این همگرایی رو به نحوی که به مسائل ملی ما صدمه نزنه باید شروع کرد. از کجا باید شروع کرد آقای مشیری؟ آقای مشیری بذارید یه حقیقت خطرناکی رو بهتون بگم. بفرمایید. ببینید، نسل من و نسل شما در فصلهای آخر زندگیش هست یا مفید بودن سیاسیش هست، نمیتونیم با هم تعارف داشته باشیم. یک سال، دو سال، پنج سال، سه سال، ده سال، بیش از اینا نیست. اون نسلی که پشت سر ما داره میاد نسلیست که اگر شما دقت بکنید مثلا رادیو فردا رو داره اداره میکنه. رادیوی خوبیه ولی 180 درجه اگر نه 120 درجه با من و شما تفاوت طرز تلقی نسبت به مسائل ایران رو داره. آقای مشیری چطور میشه ما به یه نوع همگرایی صادقانه برسیم؟ راهش چیه؟ اون که شما گفتید اگر ایشون یک اجلاسی رو بذاره در این رابطه من حضور پیدا میکنم، این رو کی باید عملی کنه؟ من باید عملی کنم؟ شما باید عملی کنید؟ ایشون عملی باید بکنه؟ ببینید، تا ما میایم یه نوع همگرایی رو بخوایم به وجود بیاریم در بین خودمون، این انرژی از بین نره، شما میبینید که چقدر مخالفت میشه. شما خودتون بهتر از من آگاهید با حضور شما در این برنامه چقدر مخالفت میشه و در مقابلش چقدر مقاومت وجود داره، در حالی که هیچ کار خاصی شما نمی کنید، وقت عزیزتون رو میذارید و مهمان برنامه من هستید گاهی و با هم صحبت میکنید. خب ببینید، این سخنی که شما فرمودید آقای فروزنده، این هم یک بحث خیلی خیلی مشکل و پیچیده است. مشکل و پیچیده است به این جهت که این عناصر مختلف داره. یک، نسل من و شما هیچ تمرین سیاسی نداره. آقا شما به عمرت رأی دادی آقای فروزنده؟ نه. آیا در یک کار سیاسی بوده ای در عمر؟ نه. آیا در جزء حزب و دسته ای بودی؟ نه. بنابراین ما را از صحنه سیاست بیرون کردن. چند نسل ایران بی سواد سیاسی، بی سواد تجربی سیاسی شد. یعنی ما عادت نکردیم. آقا انسان دموکرات از مادر متولد نمیشه، چپ هم از مادر متولد نمیشه. این قضایا رو در روند زندگیش یاد میگیره. در مملکت ما که قرار بود مشروطه باشد و انتخابات باشد و گروه های مختلف باشد، چنان که من روزگار کودکیم به یاد میارم، حتی دهاتی ها وارد صحنه سیاست بودن و در مساجد راجع به نمیدونم سیاست های اروپا هم صحبت میکردن، اینها رو از ما بیرونمون کردن. آقا حالا آمدیم تو این مملکت بلد نیستیم کار سیاسی. این یک مطلب. بنابراین ما مردم حزبی و حزب آموخته و تشکیلاتی نبودیم که بتوانیم کاری بکنیم. یک. دو، مطلب دیگر این که گروه هایی که عرض کنم وجود دارن، بسیار از اینها
رادیکال هستن، یعنی فرض فرمایید که یا به چپ چپ میزنن یا به راست راست میزنن، و مشکل عمده بین همه گروه ها نبودن در واقع کامیونیکیشن و بحث و مناظره بوده که ما بتوانیم در قضایای مهم ملی به یک در واقع راه حل برسیم و روش عمل بکنیم. قضایای تاریخی پشت سر هم هنوز توضیح داده نشدن. آقا حقیقت که یکی بیشتر نیست. فرض بکنید که دسته های سلطنت طلب، آقا در قضیه که مشکل توضیح دارن این دوستان ما، هم توضیح مشروطه، هم مشکل توضیح عرض میکنم که حکومت رضا شاه، هم مشکل توضیح کودتای 28 مرداد، مشکل توضیح انقلاب، آقا اینها بایستی به طور حقیقی توضیح داده بشه، قضایای قدیم برای ما روشن بشه، وقتی روشن شد به حقیقت اینها مقر و معترف بشویم، راهی برای آینده باز کنیم. ما مبتنی بر اختلاف و دروغ خدا نکرد در پشت سر که نمیتوانیم اتفاق و اتحاد کنیم. این یه مطلب. دو مطلب. مطلب سوم این که ما بایستی برای مردم کار کنیم، نه اینکه از اینجا طرحی بریزیم که حالا اگر فردا انقلابی شد در ایران یا جنگی شد اینا ما بریم یه کاری بشیم. آقا از ما همه گذشته. ما بایستی در راستای منافع مردم باشیم و خواست مردم به اینو توجه نداریم. می نشینیم اینجا حکومت تعیین میکنیم، می نشینیم اینجا مملکت که تقسیم میکنیم. آقا ما کی هستیم؟ کجا ما نماینده آذربایجان هستم؟ چند میلیون نفر که بخوام در اونجا حکومت فدرال درست کنم یا نکنم؟ چه کسانی نمایندگان خوزستان ما هستن که نشستن اینجا میخوان قضیه فدرال و فدرالیسم و اینا؟ اینا مربوط هست به مردم ایران و مجلس ملی و مجلس مؤسسان بعد از سقوط این رژیم. این است که بعض انگیزه هم اشکال داره واقعا. آقای فروزنده، من در جریانات نیستم، من از ابتدا اعلام کردم، ناختی از جامعه خودم دارم که من اپوزیسیون یک نفره هستم، در قضایای فرهنگی کار میکنم و این کار ادامه دادم. این است که اینها رو بیشتر از آقایونی سیاستکار هستن بپرسید. ببینید هیچ گونه توافقی نیست به جهت خودخواهی ها. هر کسی برای خود جایی در آینده اینو متصور هست و این کار سیاسی بدین وجه به نتیجه نخواهد رسید. آقای فروزنده، ما بایستی اگر میتوانیم تجمع ایجاد بکنیم، یاد بگیریم، ایجاد بکنیم، همه با هم با همین عقاید مختلف که داریم باشیم، در راستای منافع برای آینده ایران دموکراتیک کار بکنیم. این کار ماست، نه اینکه ما مدعی قدرت و حکومت باشیم و گمان کنیم که خب فردا اسرائیل حمله میکنه، پس فردا آمریکا، آخوندها سقوط میکنه، ما بلافاصله با چتر خودمون در تهران پیاده کنیم، بگیم مردم رفراندوم رفراندوم. این داستان رفراندوم یک کلاهبرداریه، این داستان عرض میکنم فدرالیسم یک داستان کلاهبرداری خامیست. این به مردم مربوط است، وظیفه ما نیست در سواحل اقیانوس آرام برای مردم ایران مملکت تقسیم بکنیم یا رفراندوم بذاریم. آقا چی یعنی چه رفراندوم؟ یعنی چه؟ این کار در واقع یک نوع فرصت طلبی است. این است که اهداف درست اگر باشد صادقانه، من فکر میکنم که اون تنه اصلی جامعه که حرکتی نداشته به سمت سویی ممکن است که پشتیبانی بکند و این یک جرم حرکتی به دست بیاورد که ما بگویم یک اپوزیسیون محکم و دانا و حکیم خارج کشور داریم. ببینید آقای مشیری، همه چیز اگه دقت بکنیم معمول یه جا و مکانی داره. امروز در بین ایرانیان خارج از کشور به خصوص جای همه چیز به هم ریخته است، هیچ کس سر جای خودش نیست و شما اشاره میکنید که به عنوان یک اپوزیسیون یک نفره دارید کار فرهنگی میکنید، کار فرهنگی سیاسی میکنید، ولی و این کارا کار سازمانهای سیاسی است. این حرف درسته، ولی یک مسئله اساسی داره. ببینید در قبل از انقلاب ایران چند آدم بودند که کار اونها حتی مبنای تشکیل سازمان‌های سیاسی شد، تشکیلاتی شد، و چه بسا اونچه که به سر ما آمد در سال 1357 یا انقلابی که افتاد بخشش ناشی از تخمی بود که این افراد کاشته بودند. جلال آل احمد، علی شریعتی رو شما نمیتونید تأثیرشون رو در بین بخشی از جامعه جوان ایران و
مشارکتشون در انقلاب اینا آقای فرامرز خان روزنده عزیز، اینا معلول بودن، اینا معلول استبداد بودن عزیزم. قبول نه جا. اصلا نمیخوام استبداد، اینا معلول استبداد بودن. شما یه مملکتی که به شما به ارث رسیده و قانون اساسی احزاب رو آزاد گذاشته، حتی دو حزب فرمایشی هم تعطیل میکنید، یک حزب وجود میارید، بعدم میگویید مملکت من است، همین یه حزب است، حزب آقای مشیری. من نمیخوام تقلبی آقای مشیری، من نمیخوام استبداد رو در نظر نگیرم. استبداد بود، اینها هم که معلول استبداد بودن عوامل اثرگذار بودن، یعنی همون عوامل اثر میذاشتن. آقای بازم بیبرگن به استبداد. آقای فروزنده، وقتی استبداد در مملکت هست، همه چیز برمیگرده به استبداد. چگونه است که لاتائلات علی شریعتی خریدار داره؟ بر اثر استبداده، یعنی آقای مشیری امروز ما به استبدادی رسیدیم، 33 سال 34 سال داره میشه، به استبدادی رسیدیم به مراتب وحشتناکتر از استبداد قبلی. بحث من این نیست که اون بخشو بخوام تطهیر کنم، بحث من اینه که وقتی شما میفرمایید شما یک اپوزیسیون یک نفره هستین، واقعیت این است که من در این نوعی انزوا طلبی سیاسی رو میبینم. شما آدمی هستید و امثال شما آدم‌های معدودی رو ما داریم که شاید امروز باید در لحظاتی اون استارت رو بزنن یا کمک به اون استارت همگرایی رو بزنن که این نیروهای مختلف بتونن در کنار همدیگه قرار بگیرن، اقلا ما بفهمیم چقدر وزن داریم. تکلیف اصلی رو من با شما هم عقیدم در داخل ایران تعیین میکنن. این جامعه زنده‌ای که وجود داره در داخل ایران زیر این استبداد، این نشسته ما براش حاکم تعیین کنیم، حاکمیت تعیین کنیم. این مسخره است، این طرز فکر. ولی ما یه نقش عملی باید داشته باشیم در این حرکت. ما اون نقش عملیمون کجاست؟ کی ما میخوایم با همدیگه لااقل دست بدیم و سر میز بشینیم؟ اتحاد نه، وحدت نه، ولی یک نوع همراهی تاکتیکی با هم داشته باشیم. من شخصی میفرمایید آقای فروزنده یا این که نه، من شما رو به عنوان شخصی میدونم که طرز تلقیش ادهی رو به حرکت در میاره. خب ببینید عزیز من، ببینید شما شاید اینو نخواستین ببینید. ولی اینجوری شده. آقای فروزنده اجازه بدید من خودم رو توضیح بدم، شاید خودم رو توجیه کردم. ببینید 23 جون سال 1974، یعنی قریب 5 سال پیش از انقلاب شکوهمند ایران، بنده اومدم به آمریکا. خب 25 سال 26 سالم بوده که اومدم از ایران. ایران رو میشناختم تقریبا در همین حدی که امروز میشناسم. خب گذشته زمانم کمک کرد. بعد که نگاه کردم به اطراف و اکناف و مناسبات مردم و طرز کار ادارات و دانشگاه‌هاش و نمیدانم کتابخانه‌ها و اینها، این ترقی که نصیب این مملکت شده ظرف 200 سال که فقط از روزگار نمیدونم فتح علی شاه است، بقیه تاریخ ما رو ببین چند تا آمریکا ازش میتونست بیاد بیرون. نگاه کردم دیدم آقا من فکر کردم که ما مشکل فرهنگی داریم، تا مشکل فرهنگی ما حل نشود، گره های کور نشود، این انقلاب ها به درد نخواهد خورد. وقتی خدای ناکرده ما یه مش آدمای نادان و جاهل باشیم که نسبت به آزادی، نسبت به حقوق انسان، نسبت به افق های دوردست انسانیت بی توجه باشیم، درست به مثابه آن است که این من بار دیگه عرض کردم که یک دیگ ما داریم که این دیگ قرمه سبزیش درش استرکنین هم هست، یعنی هر کی قاشق بخوره میمیره. خب حالا ما چیکار میکنیم؟ ما کاری که میکنیم این است که در این دیگ رو عوض میکنیم، یعنی شاه رو برمیداریم، خمینی رو میذاریم با همون فرهنگ. من فکر کردم اونچه از من یک روزی صادر بشود آن است که در زمینه فرهنگ کار بکنم. ما بایستی بازشناسی فرهنگی بکنیم، نقد فرهنگی بکنیم، این محتوای این قرمه سبزی معصوم رو بیرون بریزیم، شستشو کنیم با سبزی تازه و گوشت تازه، شاید یه قرمه سبزی سالمی تازه ساختیم. این است که این شیوه رو من پیش گرفتم از همون روزگاری که اینجا مدرسه میرفتم و اینها، رفته به اینجا رسید. اما این که فرمان استارت از کجا باید زده شود، عزیزم کار سیاسی بدون تشکیلات میسر نیست. حالا خدمت شما عرض میکنم، فرض کنیم که بنده میخوام اعلام کنم اینجا که آقا ما میخواییم فردا در فرانسه تجمع کنیم. خب لازم این است که بنده یک نفر پاشم از اینجا برم فرانسه دیم، اگه نه یا دوستان دیگر بیاین به فرانسه و
و در اونجا تجمع کنن. این مدیریت میخواد نمیدونم هزار یه جور گرفتاری داره، مستلزم مدیریت، مستلزم مخارجه. این است که راه کار این است که به نظر من که ابتدا ما یک تشکیلات ایجاد بکنیم و بعد در واقع اعضایی که در واقع کارها انجام بدن کمک کار باشن که ما یه زیر ساختی برای عمل داشته باشیم، وگرنه از یک نفر چه کار ساخته؟ والا من فکر میکنم بدون تشکیلات که میسر نیست. شما اگر نگاه بکنید به مثلا جامعه هندوستان عصر گاندی، در تشکیلاتی که لنین ساخت در آلمان و همه جاها که نگاه بکنیم، یک تعدادی بودن اینها در مبانی نظری قضیه رو پیش بردن، عده زیادی به اینها کمک کردن. آقای فروزنده، این است که از فرد کار زیادی بر نمیاد، مگر اینکه یک عده‌ای از آدم‌های دانا و هم فکر بنشینن ایجاد یک تشکیلات حزبی بکنن و بعد کمک به طلبن و بعد اون حزب رو به حرکت در بیارن، وگرنه میسر نیست عزیزم، چیز دیگری میسر نیست. آقای مشیری، امروز سازمان‌های کوچک و بزرگی به وجود اومدن، مثل بله. سکولارای سبز، مثل اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی و چندین نهاد دیگه. بالاخره این نهادها رو اگر که در اصالتشون در به وجود اومدن تردیدی نباشه، باید دورشون جمع شد و تشویق کرد مردم رو به دور این نهادها گرد آمدن و رشد کردنشون. بر سر این مسئله چه مشکلی وجود داره؟ مثلا فرض بفرمایید که آدمی مثل جناب عالی یا آدمای دیگه‌ای که به هر حال کار فرهنگی کردن و حضور هر کدوم از اینها در یک نهادی سبب میشه تعداد بیشتری به اون نهاد رو بیارن، اینها به چون که خودشون یه نهاد تازه به وجود بیارن، به یکی از این نهادها که به آرمانهاشون و اهالیشون نزدیکتر باشه بپیوندن. چه مشکلی بر سر این وجود داره؟ بله ببینید، مشکلش برای شخص مخلص این است که وقتی من میام اینجا خدمت هموطن، خدمت شما می‌نشینم، هیچ مصلحتی ندارم، هیچ مصلحتی من نمی‌بینم جز حقیقت. درسته. هیچ اما اگر من شخصی عرض می‌کنم، اگر رفتم در فلان حزب عضو شدم، اون موقع این ایجندای حزبی و مصالح حزبی رو بایستی با خودم حمل بکنم، سخن من اعتبار خودش رو از دست میده. اگه هموطنان ما بدانن که مثلا بنده چپ هستم، دیروز در یک حزب چپ نام نویسی کردم یا در فلان حزب، این است که تا اونجا که به شخص من مربوط است، من فکر کردم بایستی من مستقل باشم از این قضایا تا بتوانم حرفایی که میزنم در واقع مورد قبول هموطنان واقع باشه و بتوانم بدون مصلحتی صحبت کنم. اما تا اونجایی که در واقع اعلام پشتیبانی هست، البته اگر من حرکتی ببینم در راستای مردم و برای مردم و در راستای دموکراسی و آزادی هست، من هر کاری از دست من بیاد البته خواهم کرد، هر کسی میخواد باشه. شما اشاره کردید به محدودیتی که کار حزبی ایجاد میکنه و حرف درستی است، چون قاعدتا در کار حزبی تعریف سنتیش اینه، شما دستورات که از بالا میاد و اجرا میکنید، بعد از پایین انتقاد میکنید، اونا اگه خواستن تغییر میدن. این با ذات روحیه شما اصلا سازگار نیست. اصلا سازگار نیست. آدمی که یاغی شد مثل من به این کارا سازگاری نداره. درست. حالا به این پرسش من پاسخ بدید جناب مشیری، بین استقلال و مشارکت سیاسی، یعنی مشارکتی امروز لازم هست، چگونه میشود رابطه برقرار کرد که هم این استقلال فکری حفظ بشه هم این مشارکت انجام بشه؟ سال سختیه. ببینید، خیلی خوب، بسیار خوب عزیزم. ببینید، من یکی جز دموکراسی برای ایران آرزوی ندارم. دموکراسی حاکمیت مردم از طریق انتخابات، دموکراسی معنیش مشخصه. بنابراین اگر که یک جنبش دموکراتیکی باشد که من گمان کنم حقیقتاً از بن دندان در راستای آزادی مردم و حیثیت مردم هست، البته من پشتیبانی خواهم کرد. این چیز فکر کنم واضحی است و استقلال من هم از بین نمیره. اما اگر رنگ حزبی خاصی داشته باشد، مثلا یک
فرض کنید پدیده چپ باشه، فرض بفرمایید، خب ما میدانیم که چپ چه میخواهد، یا دست راستی باشه، ما تفاوت ها هست بین مشروط خواه و پهلوی چی، به عنوان مثال عرض میکنم، مشروط خواه بودن بسیار زیباست، اما پهلوی چی بودن چیزی نیست که من دوست داشته باشم یا من بتونم دنبالش برم. توجه میکنید؟ چون باز مشروط خواهی به آزادی راه داره و حفظ شرافت مردم و آزادی مردم درش مستدر هست، اما اون دیگری ممکنه چنین نباشه. بنابراین من سعی میکنم به اینجور گروه ها نزدیک نشم، مگر اینکه تشخیص بدم که واقعا برای آزادی هست، برای دموکراسی هست، برای حقوق انسان هست، حقوق بشر هست، اینجور چیزا. اگر باشد که ما در خدمتشون هستیم. امروز آقای فرزنده شما دارین محاکمه میکنین، قرار شد در باب هویت ملی قضایای تاریخی صحبت کنیم. نه آقای مشیری، شما منو در واقع رهبری مصاحبه گفتگو امروز شما به عهده گرفتین. نه نه، به ریش پرخون حبیبین و مظاهر شما ما رو به اینجا کشیدین. شما قرار شد که آقای مشیری اجازه بدین، اجازه بدین اگه اجازه فرمایید یه سوال دیگه از حضورتون مطرح کنم. بفرمایید بابا. جناب مشیری، باور کنید قصدم نیست که شما رو به جایی بکشونم، چون من در حضور شما میگم، در پشت سر شما گفتم که برای دانش گسترده شما و قدرت تحلیلی شما احترام بسیار قائلم و هر بار که میخوام با شما صحبت بکنم اولا زیاد باید بخونم، ثانیاً از اون باید خیلی خیلی قبلش، از 24 ساعت قبلش آرامش کامل داشته باشم تا متمرکز باشم، وگرنه گفتگو کردن با شما اصلا کار ساده ای نیست. یک پرسش از حضورتون دارم، اگر که البته من نمیدونم این کار عملی باشه یا نه، اصلا باور کنید همین در حین این گفتگو به نظرم رسید این مطلب و میخوام مطرحش رو کنم، اگر ما موفق بشیم، یعنی تلویزیون اندیشه موفق بشه زمینه یک مباحثه رو بین جنابعالی و شاهزاده رضا پهلوی فراهم بکنه روی آنتن تلویزیون، شما آمادگی دارید که در این مباحثه شرکت کنید؟ البته، چه اشکالی داره؟ من با این جوان هیچ مشکلی ندارم عزیز من، اصلا به مردم اشتباه به چیز در واقع رسیده است، من با ایشون هیچ گونه مشکلی ندارم و من بسیارم خوشحال خواهم شد که با ایشون صحبت کنم. بسیار فکر خوبیه و من فکر میکنم که شاید بتونیم این کار رو در آینده انجام بدیم و یک مباحثه بین شما و شاهزاده رضا پهلوی رو تدارک ببینیم. البته کار آسونی نیست ولی امیدوارم انجام بشه. من در این مباحثه یک چیز رو میبینم، یک نوع مرحله تازه از بلوغ سیاسی ما ایرانی ها. بله بله. یک مرحله بسیار مهم که ما رو به اون جایی میرسونه که قدم‌های بعدی رو راحت‌تر بتونیم به خاطر ایفای نقش ایرانیان خارج از کشور برداریم و این صاحب این بر اساس یک نوع گذشت و درایت طرفین گفتگو داره انجام میشه و بلوغ سیاسی رو نشون میده و امیدوارم این کار رو ما بتونیم بکنیم. آقای مشیری 2 دقیقه فرصت داریم، اگر مایل هستید بحث امروز رو با هر چه که میخواهید ببندید. بله، خیلی خیلی از شما ممنونم، این پیشنهادتون بسیار پیشنهاد خیلی خوبی بود. در این 1-2 دقیقه که من 1 دقیقه شو فکر کنم بتوانم بیان کنم، این است که ما بایستی این در واقع قضایای نظری مربوط به سکولاریسم، هموطنان ما نترسن از این واژگان خارجی، همونطور میگویم اتومبیل فرض بفرم، اینها از واژه دموکراسی و سکولاریسم اینها مردم ها رو میترسانن. موضوع سکولاریسم رو بایستی ما مرتبش فکر بکنیم. سکولاریسم عبارت از این است که هر کسی دینش و آیینش محترم باشه، اهل تسنن مسجد داشته باشن در کنار اهل تشیع، بهایی ها بتوانند معبد داشته باشند، یهودیان و در واقع آزادی ادیان هست، وظیفه دولت سیانت از این قانون هست، قانون احترام به ادیان مختلف. بنابراین معنی سکولاریسم نیست که کفار شقی نمیدونن دستجات شمر یزید بیان به امریکا. اگه ما جسوجگر شمر یزید هستیم
به همین حکومتگران نگاه کنیم که اینها حتی چند میلیون نفر این برادران و در واقع خواهران اهل تسنن ما رو مورد ستم قرار دادن. قضیه حقوق بشر هست، بایستی بیندشید. قضیه منافع جمعی ما هست، تا منافع جمعی ما در واقع نباشد منافع فردی ما هم نخواهد بود. در دراز مدت منافع فردی ما هم در این است که ما به منافع ملی و منافع جمعی مملکت خود فکر کنیم. در واقع دموکراسی و آزادی است، حاکمیت ملی است که میتواند آرامش و سکون و ثبات و پیشرفتی در مملکت ما حاصل کنه. اگر چنین بشود، من بر این هستم، پیش از این هم عرض کردم که ظرف 10 سال کشور تاریخی یه ایران مملکت بزرگی میشه، چون این ملت بزرگ همه لیاقت‌ها رو در خود داره. من از شما بسیار سپاسگزارم آقای فروزنده و همچنین هموطنان بزرگواری که تا وقت خودشون گذاشتن توجه فرمودن. جناب مشیری، یک بار دیگه تشکر میکنم به خاطر وقتی که گذاشتید، در خدمتتون بودیم و من فکر میکنم که بحث رو در برنامه بعدی که امیدوارم در خدمتتون داشته باشیم از سر مسئله اقوام ایرانی شروع بکنیم. حقوق همه مردم ایران، اقوام ایرانی چه چیز برای همه ایرانیان باید وجود داشته باشه و از چه چیزهایی باید احتراز کرد. من الان برنامه رو فرصت نشد، یک پاراگرافی دارم از احمد کسروی، فکر میکنم شما هم با من امروز این عقیده رو دارید که معتقدیم در ایران آینده فرهنگ‌های مختلف باید رشد پیدا بکنن، زبان‌های مختلف باید رشد پیدا بکنن. اما عجیبه، احمد کسروی از این مسئله حذر میکنه و معتقده که در کل ایران باید یک زبان در واقع وجود داشته باشه، زبان رسمی، زبانی که باید توسعه پیدا بکنه و اون زبان پارسی است و بقیه زبان ها خوبه که باشند ولی وجودشون سبب افتراق ملی میشه. اگر اجازه بدید در برنامه دیگری در خدمتون در مورد این مسائل که بسیار حساسه، چون کسروی هم آدم کمی نیست، در مورد این مسائل با هم صحبت بکنیم به امید اینکه بتوانیم مباحثه بین شما و شاهزاده رضا پهلوی رو تدارک ببینیم. یک بار دیگه از شما تشکر میکنم به خاطر وقتی که گذاشتید و از بینندگان عزیز، هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و باور کنید روزگار به کام مردم ایران خواهد چرخید. درود بر شما.